زرین تاج، تاهره، فاطمه، ام سلمه، قررتل ال العین شمس زها، بدد دجا، شاعر مرتد همین ها نام و لقب های زنی هست که خیلی ها میگن حدود ست سالی از زمانه خودش جلوتر بوده او در دوره قاجار و در زمان صدارت امیر کبیر به همه سنت های جامعه در اون زمان و همینطور به خانواده خودش پشت پا زد و برخلاف جریان رایج زمانه سخن گفت و رفتار کرد با طاهره قرتولعی آشنا بشید در آپارات این هفته سلام حسن سوارچو هستم خوش اومدید به سینما یک کوچکی آپارات در تاریخ ایران نام تعداد معدودی از زنها به عنوان تاریخ ساز به چشم میخوره یکی از اونها تاهره قررتال این هست کسی که در دوره بالا گرفتن اختلافات مذهبی و مناظره های دیری در ایران در دوره قاجار و در زمانه ای که هنوز زنها در اندرونی ها نگه داشته می شدن ناگهان از اندرونی بیرون اومد و در حالی که همسر و سه فرزند داشت ترک خانه و خانمان کرد تا اونجوری که دلش میخواد زندگی کنه هجابش رو برداشت و تا اونجا پیش رفت که فاحشه و بدکاره و مرتدش خوندن درباره یه تاهره قررت این و فعالیتهاش اظهار نظرها و روایتهای بسیار متفاوتی وجود داره اما در تأثیر گذار بودن و منحصر به فرد بودنش تردیدی نیست شبنم طولویی بازیگر نمایشنامه نویس و فیلمساز در مستند خاک شکوفه آتش تلاش کرده که روایتی بده از زندگی پرفراز و فرود تاهره قررتال این خانم طلویی خودش درس سینما خونده و سالهای سال در تئاتر و سینما و تلویزیون ایران به عنوان بازیگر روی صحنه بوده از خودش هم دعوت کردیم که به سینمای کوچک آپارات بیاد تا با هم این فیلم رو ببینیم و دربارش حرف بزنیم خیلی خوش اومدید خانم طولویی خیلی ممنونم سلام می کنم به شما و خوشحالم که در برنامه هستم ممنون به اتفاق شما و بینندگان فیلم رو ببینیم و بعد دربارش صحبت می مامان ببین چی میکنم آفرین مامان ببین پدرم یه صبح تعطیل نوروز کتاب تاریخش رو باز کرد و برام از تو خوند داستان زندگیت که شبیه قصه های بچگی نبود اونقدر منو با خودش برد که خواب شبم تا مدت ها پر از رد قدم اکسایی که سالهاست هاست مشهورن به قررت این هیچ کدوم تو نیست ظاهرا بعد از کشته شدنت نزدیکات نوشته ها و, لباسات و به همراه کتابی که تو صفحه اولش تاریخ دقیق تولدت ثبت شده بوده توی آتش سوزوندن اون خانواده هم بعد از قررت طبیعتا شرایط سختی داشتن عضوی از خانواده اونها براشون کلی دردسر ایجاد کرده بود اونا هم دیگه راجبش صحبتی به اون ترتیب نکردن این یه زنی که نباید در موردش چیزی دانسته بشه یا اگر دانسته میشه امر مثبتی راجبش نباید گفته بشه مخالفت زیادی داشت شوهر قرتولین با قرتولین به چند دلیل اول اینکه یه زنه و زنیه که نباید دیده بشه نباید از داخل اندرون فکری زمانه بیرون بیاد توی شهر هر جو مرج میشه نه فقط بابیای زیادی دستگیر و کشته میشن که هر کیم با کسی دشمنه اونو به عنوان بابی و شریک قتل معرفی میکنه همسرتم هم تو رو به رهبری قتل پدرش متهم میکنه میرزا عبدالله شیرازی یک قاتلی بود که در رفته بود و هیچ کی سراغ اون نمی رفت تا اونجایی که من خوندم راجع به زندگیش خودش اومد و حتی رفت دشنی رو که با اون ملا محمد تقی رو به قدر رسونده بود آورد نشون داد ثابت نشده یعنی کسی تا حالا نتونسته ثابت کنه که تاهره این توتعه رو چیده و یا مثلا نه ارتباط داشته با قاتلان پدرشوهرش خاک شکوفه آتش را دیدیم ساختگی یه شبنمه طولویی فیلم مروری بود بر زندگی تاره قررتال این روایتی شخصی و نزدیک از یک شخصیت که گرچه در روزگار خیلی دوری زندگی نمی کرده اما شیوه زندگیش و اتفاقهایی که براش افتاده در حاله ای از ابهام یا دست کم نگفتنها بوده فیلم سازم سعی کرده که تا اونجا که میتونه این ابهام ها رو روشن کنه و تصویری بده از یه شخصیت نامتعارف برای زمان و جامعه خودش شبنم طولویی سازنده فیلم با ما هست خانم طولویی چی شد که شما رفتید سراغ تاهر قراتولی؟ این زن در تمام مراحل زندگیش تونسته به خیلی چیزا بگه نه و تونسته خلاف جریان قالب جامعه و خانوادش تابو شکنی بکنه این برای من بسیار جالبه و شاید یه جوری باهاش همانند سازی حتی تو ذهنم میکنم من مثل خیلی زنایی دیگه نکته دوم اینه که شرایط امروز ایران متاسفانه شرایطی است که به لحاظ حقوق زنها ام، نه لزوما در مورد زنهایی که مسلمان نیستن یا تغییر باور میدن در مورد حتی زنهایی که مسلمانن و شیعه هستن اگر میخوان دگراندیش باشن اگر میخوان از حداقل حقوقشون دفاع بکنن متاسفانه با 160 سال پیش ایران برابر هست بنابراین فکر کردم که لزوم اینکه به زندگی این زن پرداخته بشه همچنان وجود داره قصه تمام نشده ام، نکته بعدی هم اینه که قصه قرتاله این رو من از بچگی من که باز در ابتدای فیلم میگم این رو شنیده بودم و همیشه توی گوش من بوده منتها اون در واقع روایتی که من شنیده بودم به این گستردگی نبوده شاید فقط یکی از ابعاد زندگی قرتاله این بوده فکر کردم که حتما فیلمسازهای قدری هستن در ایران سازانی که دلشون میخواد به این شخصیت بپردازند و طبیعتا در ایران نمیتونن من در یک کشور آزاد این امکان رو داشتم که بخوام به این شخصیت بپردازم اولین فیلم مستندی است که راجبی ساخته شده قطعا آخرینش نیست و حتما خیلی های دیگه روایت متفاوت‌تری و برداشت متفاوت‌تری را رو از این شخصیت به تصویر خواهند کشید شروع کردید به همان یا این همانی در حقیقت توی فیلم هم چند جایی دیده میشه واقعا قصدتون این بود که در واقع بین خودتون و این شخصیت یک همانندی ایجاد کنید؟ نه واقعا این قصد رو نداشتم م. یک شخصیتی مثل تاهره قررتل این به دلیل مسیر زندگیش و به دلیل انتخاب که میکنه خیلی زن که انتخاب هایی میکنن که بابتش تاوان پس میدن میتونن در لحظاتی فکر کنن که چقدر به این شخصیت احساس نزدیکی میکنن طبیعتا منم از این قاعده مستثنا نیستم به دلیل اتفاقاتی که بر من افتاده و انتخاب که کردم که امروز خدمت شما یا در فرانسه دارم زندگی میکنم قابل مقایسه نیست اینها با هم دیگه در ساختاری که برای فیلمتون به کار گرفتید شما یک لحن روایت گویی رو به کار گرفتید و این روایت از طریق دوم شخص گفته میشه انگار که شما دارید با تاره قررت این صحبت میکنید چرا این لحن رو انتخاب کردی؟ به دو دلیل یکی اینکه من دلم میخواد این خشکی رو بشکنم و دوم این که دلم میخواد یک مقدار به دنیای شاعرانه این زن نزدیک بشم به, به در واقع سقیلگویی نیفتم که بتونم با همه مخاطبین ارتباط بگیرم ولی ببینید در خود فیلم همونجور که دیدیم افراد اکادمیک دارن به شکل خیلی کلاسیک خیلی شاید بشه گفت به نوعی خشک دارن یه سری اطلاعاتی رو منتقل میکنن من خواستم روایت من با اونها متمایز بشه که در واقع یه بستری رو بتونم فراهم بکنم که حالا این در واقع تکه تکه های کلاسیک بیاد روی این بشینه به همین دلیل این این مرز بین من و او رو شکستم و تبدیلش کردم به یک گفتگویی که صدای او رو شاید ما قطعا یعنی نمیشنویم ولی برای من یک گفتگوی ذهنی بشه یک بازگویی بشه با خود قرارت و فکر نمی کنید که این لحنی که به کار گرفتید باز بشه که بیننده این حس رو داشته باشه که انگار شما دارید در واقع از یک جهت ستایشگرانه نگاه می کنید و از یک سمت ماجرا نگاه می کنید به این قصه ممکنه یک واقعیتی که وجود داره اینه ببینید من در مورد شخصیت این بانو و نسبت بهش کاملا کاملا ستایش رو دارم همونجور که ابتدام گفتم گفتم که به خیلی چیزها گفته نه و این به نظر من اتفاق مهمی است ولی تمام تلاشم در فیلم باز میگم همونجور که دیدیم این هست که به سمت در واقع تبلیغ ذهنیت او به سمت تبلیغ آنچه که او به دنبالش رفته در این ستایش به هیچ وجه نرم یعنی این فاصله رو نگه دارم و اتفاقا علا رقم تعلقی که به این زن دارم بتونم با یک بیطرفی از در واقع علفتا یا قصه زندگی این زن رو تعریف بکنم و بعد برای مخاطب طرح سوال بکنم حالا او هر چقدر بیشتر میخواد بره و بدونه ببینید یکی از تلاشایی که من و محقق فیلم خانم دکتر ساغر صادقیان کردیم که در ابتدا برای ساخت فیلم این بود که بخوایم صداهای مختلف در این فیلم شنیده بشه یعنی حتی کسانی که در واقع نمایندگان کسانی که سالهاست میکروفون و قلم دستشونه و این زن رو همونجوری که شما به درستی اون ابتدا هم گفتید متاسفانه حتی تا مرز بدکارگی بردن جلو بخوایم که اونها هم صحبت بکنن خب حاضر نشدن که بیان کمی واضحه که <iter Cinisericum> چرا نمیان در فیلمی که داره خارج از کشور توسط شبنم طولویی ساخته میشه ولی بعد فکر کردم که این واکنش در واقع یه جوری باعث شد که من فکر بکنم که خب اشکال نداره حالا حالا اونها که منابعشون وجود داره و در داخل ایران در دسترس کتابهاشون با تیراژ بالا و تنها منابع موجود رسمی در کشور هست خب حالا ما بیایم و از این زاویه بپردازیم به زندگی قرتالین با تاکید میکنم بی این که بخوام به هیچ وجه به سمت اون چیزهایی برم که میخواد ما رو بندازه به وادی تبلیغ از آنچه که گرایش او و فکر او و هم هم در واقع کیشانش بود و اون از خانواده که خودش چی هیچ کدوم از اونها دیده نمیشن تو این فیلم یا اثری ازشون به چشم نمیخوره یا روایتی ازشون حتی چرا این شکلی ببینید فرزندان که دیگه وجود ندارن کسانی که از آن در واقع خانواده صالحی و شهیدی چون به این دو نام هستن که الان وجود دارن هستند خیلی به شکل عمومی وارد صحبت کردن نمیشن ولی کتاب هایی هست که به شکل خصوصی نوشتند و در واقع چاپ شخصی شده که دو تا از این کتاب ها در دسترس ما قرار گرفت برای اینکه بتونیم که این در واقع مسیر روایت رو بریم جلو ببینید همین آقایی که مسئول گفتمان انرژی اتمی بودند در ایران آقای صالحی خب ایشون از بستگان تهره قرتولین هستند قوقایی به پا شد که وقتی که میخواست رأی اعتماد بگیره در مجلس و نمایندگان تندرو ایشون رو به دلیل اینکه از خانواده قرتولین هست و با ایشون نسبتی داره هم در روزنامه های ایران چاپ شد بردن زیر سال یعنی اون خانواده حتی اگر که مثل او فکر نمی‌کنند همین تحت فشار هستند فکر کنم که حرف زدنشون و حضور نداشتنشون یک عمل بسیار منطقیه اصولا درباره یک همچین زنی با وجود که تاریخ خیلی دور دستی نیست و زن شناخته شده ای هم هست اطلاعات خیلی زیادی در دسترس نیست بیشتر ما رو به عنوان یه شاعر میشناسیم با اون شعر خیلی درخشانش و این شیوه زندگی انگار یک جوری در حاله از ابهام فرو رفته خیلی چیز زیادی دربارش نمیدونیم چرا؟ ببینید اون چیزهایی که در مورد این به دلیل میل بنیاد قدرت به حذف او در واقع وجود داره تصاویر منفیه باز نکته جالب ترش اینه که در تصاویر مثبتی هم که راجع به این شخصیت وجود داره اقراق، افسانه پردازی و مطالب غیرواقعی خیلی وجود داره که خب تماما در این فیلم ما سعی کردیم ازش پرهیز بکنیم من بارها شنیده بودم که گورتولین شبها زیر نور شم میرفته و سواد یاد میگرفته پنهان از چشم پدر مادرش خب دیدیم که اصلا این واقعیت نداره گورتولین از سه نسل پیش در خانوادهش زنها زنهای صاحب اندیشه بودن همین این پنهان کردنه همه چیز رو در پرده ابهام میبره و اینکه خب بعد از کشته شدن قرت ظاهرا بخشی از خانواده‌اش خیلی چیزهایی که در مورد او وجود داشته یا پنهان میکنن یا اصلا میسوزونن برای اینکه براشون به نوعی بی‌آبرویی این زن در واقع ایجاد کرده بوده و متاسفانه خیلی طول کشیده تا حالا کم کم تیکه های این در واقع چلتکه آروم آروم پیدا بشه که خیلی خالیه و بشه یک روایت کاملی داشت از زنی که فقط 160 ساله که با ما فاصله داره ولی انگار واقعا قرن هاست که از ما دوره تصویر سازی خوبی هم کرده بودی توی فیلم در واقع یک جور بازسازی های نمادین به کار گرفته بودی که کمک کرده بود به فیلم و قصه رو جلو می برد راجع به این تصویر سازی ها کم صحبت میکنه یکی از در واقع کارهایی که اصلا دلم نمیخواست بکنم این بود که یک بازیگری بیاد و ما ببینیم که یک خانومی است که داره نقش قرتاله رو بازی میکنه در این فیلم در واقع ترجیح همین این بود که قرتاله بتونه هر بانویی که داره این تصویر رو نگاه میکنه باشه و میخواستم از این در واقع جسمیت بخشیدن بهش بیام بیرون و بعد در بستر رویا و شاعرانگی بمونم همونجور که در ابتدای فیلم میگم که من یک خوابی در بچگی میبینم در هفت سالگی وقتی که این قصه برای من روایت میشه دو پا رو میبینم دو پای اوریان که ردش همینجور میبین میمونه و در واقع میره سعی کردم از این در واقع عامل استفاده بکنم تو تمام فیلم و قدم های رو دنبال بکنم یا دستهاش رو و در واقع به این شکل تصویر بکنم و یک شخصیت دیگه ای که تو این فیلم حال تصویر دیگه ای ازش شد برای اولین بارها مطرح میشه و دیده میشه امیر کبیر هست امیر کبیر در ایران همیشه به یک شکل قهرمان دیده شده و در واقع تصویر دیگه ای ازش هست ولی بله اینجا تصویر کسی رو میبینیم که دستور قتل این زن رو میده و کسی رو میبینیم که دستور قتل خیلی دیگر از همکیشان او رو داده ببینید به حال یه واقعیت تاریخی هست یعنی اینو نمیشه منکرش شد یعنی در کنار تمام اصلاحاتی که امیرکبیر در شرایط اون زمان ایران خواهانش هست و به بعضی موفق میشه و بعضی هاش موفق نمیشه در واقع این مخالفت بسیار... شدید و قاطعیت و خشونت رو نسبت به این آین نو و هر کسی که به سراغش میرفته داشته من مورخ نیستم اگر رفتم سراغ تاریخ فقط به دلیل پرداختن به زندگی قرطاله این بوده ولی در این مسیر در واقع با دو نوع نگرش آشنا شدم در مورد چرایی اینکه او این کار رو کرده دسته ای هستند که میگن که در واقع امیر کبیر با هر چه که به سمت مذهب میخواسته بره مخالف بوده و گمان میکرده که ما خودمون یه چیزی داریم حالا دیگه به او اضافه نکنیم و نگاهش این بوده که جامعه رو میتونه به سمت در واقع عقبتر ببره و این مخالفت میگم خیلی خیلی خشن و خونبار و میاد و میکنه دسته هم هستن که میگن به دلیل محافظه‌کاری‌هاش ترجیح میداده که هیچ چیزی رو که با باور قالب جامعه میخواسته مخالفت بکنه چون میدونیم به حال جنبش بابی ها اون هم داشته یک اصلاحاتی در دین ایجاد میکرده و یه نگرش در واقع متفاوتی میخواسته به اسلام شیعی داشته باشه به این دلیل اون میخواسته که در واقع این جریان پیش نره ولی حقیقت تاریخی رو نمیشه منکر شد مثل اون حقیقت تاریخی که تاهره قرتالین در محرم میره لباس قرمز میبوشه نمیتونیم ما لاپوشونی کنیم و راجبش حرف نزنیم در مورد امیر کبیرم نمیتونیم اینو نگیم یکی از اون چیزه که در مورد فتار قرتاله گفته میشه بعضی اونو میگن که از در حقیقت پیشگامان جنبش زنان توی ایران میدونن آیا میتونیم واقعا یک همچین عنوانی رو برای تاهره به کار ببریم؟ ببینید توی فیلم هم این مسئله در واقع بهش پرداخته میشه و چون هم در سطح جهانی در واقع این مسئله مطرح هست یعنی فراتر از چارچوب ایران و هم همونجور که دیدیم و گفتن در واقع در جنبش زنان داخل ایران هم قرتل این رو به عنوان یکی از پیشگامان در واقع در نظر گرفتن من به عنوان فیلمساز لزوما میتونم با خیلی از صحبتایی که توی فیلم میشه شخصا در واقع موافق نباشم یا بهش قائل نباشم ولی فکر کردم که بسیار مهمه که همه این صداها شنیده بشه میدونید ولی اینکه همونجور که دیدید توی نظرها تضاد هست یعنی به دلایلی میگن اصلا نمیتونیم ایشون را در این در واقع دستبندی قرار بدیم به دلایلی هم معتقدن به دلیل عمل کردش می شود من فکر کردم همین این این است که حتی من در مورد قرت این نمیشناختم و فکر کردم همه اینا باید توی فیلم مطرح بشه اون وقت چی میشه که یک همچین زنی توی یک چنان دوره تاریخی ناگهان بیرون میزنه و چون این فعالیتش نمود پیدا میکنه در چه بستر اجتماعی حالا در ایران یا در سطح جهانی هست که این اتفاق میفته چون این دوره خاص تاریخی هست توی جهان درسته ببینید به حال ایران و در واقع خاورمیانه شرایط خاص خودش رو همیشه داشته در اون دوران هم خب زنها واقعا اصلا حتی صورت نداشتن به این دلیل میشه گفت که وجود خارجی نداشتن شرایط کسی مثل قرت العین یا زنهای هم عصر شرایط بسیار پیچیده ای بوده ولی یک نکته بسیار جالبی که من در واقع این رو وامدار خانم دکتر فرزانه میلانی هستم و در همین پروسه ساخت فیلم از ایشون آموختم اینه که درست در همون زمانی که طاهره قرت العین میاد و در بدشت که برای غیر ایرانی ها به اسم کنفرانس بدشت در واقع اصلا معروف است میاد و اون در واقع دوره‌ای که اینها هستن و دارن راجب به این در واقع عاقبت این جنبش تصمیم میگیرن و او کشف حجاب میکند که هنوز نمیدونیم اون کشف حجاب واقعا چی بوده که اون رو میان مبنای در واقع یک حرکت فمینیستی خیلی قرار میدن در ایران در همون زمان در منطقه به اسم سنکافاز در نیویورک دو تا زن هستن که اولین توافق نامه دفاع از حقوق زنان رو میان و میبرن که در واقع این رو به تصفیب برسونن که یکی از این خانم‌ها هم باز بر مبنای خانشی که از در واقع انجیل اون در واقع فرقه ای که یک خانش خاصی داره از انجیل به این نتیجه رسیده بوده با اون دیگری که در واقع حقوق زنها باید برابر با مردها بشه رایت بشه اینا خیلی جالبه این اتفاق در ایران در سال 1848 در تابستان در ماه جوان اتفاق میفته و در امریکا این اتفاق در ماه جویه یعنی با یه ذره فاصله و دیرتر اون اتفاق سنکا فالز میشه مبنای جنبش فمینیسم در امریکا و در خیلی دایرت المعارف ها مبنای شروع فمینیسم مبنای شروع رسمیش در واقع در, در, در دنیای غرب در کشور ما این اتفاق خفه میشه و نابود میشه و صداش در نمیاد و تبدیل به یک جنبش تبدیل نمیشه بله دقیقا نمیشه یک حرکت فردی بله. و نسبتا عقیم میمونه دقیقا. خیلی ممنونم از حضور شما در برنامه بس. آپارات مجله بیشتری برای صحبت کردن نیست بقیه قصه رو میسپاریم به بینندگان ببینیم نظر اونها چی هست خب شما فیلم این هفته رو چطور دیدین برامون و برای بیننده های دیگه همینطور نظرتون بنویسید از طریق همون راهای همیشگی ارتباطی ما ایمیل برنامه به آدرس آپارات بی بی دات دات تا هفته ای آینده و یک برنامه دیگه بدرود و پاینده باشید خیلی ممنونم از حضور شما دست شما هم درد نکنید